ما از احساسات منفی چی گرفتیم؟ چه بهره برداری کردیم؟ چی به ما داده؟ ما فقط لطمه خوردیم. یعنی عامل زمین خوردن ما این مسئله رو داره. دقت میکنید این قضیه رو برای ما داشته. بحث اینجا خاطرات خوب و اینا که پیش اومد و من مسئله رسوب و اینا رو مثال زدم، دوستی در مورد اینی که خب ما یه فیلم خنددار میبینیم میخندیم، خب با احساسات فیلم شریک میشیم. یه فیلم گریه‌دار هندی یا حالا میبینیم ما گریه میکنیم. خب ظاهر قضیه اینه که ما با احساسیم، با این فیلم خندیدیم، با این فیلم گریه کردیم، یا حالا بعضی فیلم ها خنده گریه اینم داره با خودش. ما این کارو کردیم. ما جراسر اینجاست که اونجایی که خندیدیم به نفعمون تمام شده، اونجایی که گریه کردیم به ضررمون تمام شده. یعنی اونجایی که خندیدیم خنده درمانی هم داریم، خب اونجا که گریه داریم گریه درمانی نداریم. این یک مسئله. و در واقع اون بخشش برای ما ترشحات هورمون‌های مغز و ترشحات مغز از نظر علمی ترشحات و پدیده‌های شیمیایی مثبتی است. دقت می‌فرمایید؟ درسته یا نه؟ خب این بر وقتی گریه می‌کنیم تولیدات شیمیایی مغز منفی است، بدن مسموم میشه و مشکلات و عوارض دیگه پیش میاد. خب علمی موقعم فکر کنیم اینجوریه. بخوایم با اصول صحبت کنیم، اصولی که میگیم در عرفان قانون صلیب اینا بخوایم صحبت کنیم، همشون با همدیگه چی میشه؟ یک مطلب رو به ما داره عنوان میکنه، داره صحبت میکنه. و در واقع ولی وقتی ما میگیم که میخوایم شاهد رو تعریف بکنیم، فوقش اینه که بگیم بابا اصلا همینجوری نگاش کنیم. درست شد؟ و به هر حال ما از این بخش منفی نتیجه‌ای نگرفتیم. این احساسات به درد ما نخورده و ولی هست. خب برای اینکه ما با یک زمینه اومدیم رو زمین تا این زمینه در یه جای ارتقا پیدا بکنه. توجه فرمودین؟ بله. از دوران یک بچه هم غم و شادی داره، ولی این زمینه رو قراره چیکار کنه؟ تحت کنترل در بیاره بیرون. اگه نیاره چی میشه؟ اگه نیاره مغز پاسخ نمیده. مغزش لااقل جواب حقش میذاره کف دستش، میاد به بخش خندهش پاسخ مثبت میده، به بخش گریهش پاسخ منفی میده. اینو چیکارش کنیم؟ خب زمان کوتاهی. این که دیگه علم دیگه، این که دیگه حالا من بگم تششعات ممکنه در دنیای علم بگن که حالا کجاش از کجا معلوم، ولی این دیگه علمی است. لذا ما اگر بخوایم به مسئله به عنوان پدیده علمی هم نگاه بکنیم، مجبور میشیم جلو تولیدات منفی رو بگیریم که بدنمون لطمات و صدمات تو این رابطه رو نخوره. پس یه طرفش مجاز میشه، یه طرفش غیر مجاز میشه. اینو دیگه چیکارش کنیم؟ پس بنابراین به صرف اینکه انسان و احساسات و اینا، احساسات منفی رو انسان قرار نبوده باش بازی کنه، قرار نیست، ولی به ما دادن. هر دو بخش رو دادن، فلما فجورها و تقوا، هر دو بخش رو به ما دادن. قرار نیست که ما با هر دو بخش بازی کنیم. که شبکه مثبت داده منفی هم داده، فجور رو داده تقوا هم داده. قرار ما یه تو یکیش تثبیت بشیم. قرار درسته یا نه؟ قرار ما در یکیش تثبیت بشیم.